سیزدهم کشور آذربایجان دوره ایالت ها بوده است. مثل ایالت باکو، گنجه، ایالت ایروان، شکی و دیگران. یکی از این ایالت ها ایالت قره‌باغ بوده است که اساس این ایالت از طرف پناهل شاه نهاده شده است. و اینجا نمایشگاه موزه ما پیراهن پناهلی شاه را می‌بینیم که این اورجیناله از کتان بافته شده، رویش هم آیه های قرآن کریم و چند دعا هم نوشته شده است. شاه باور کرده که این پیراهن او را حفظ می کند هنگام جنگ زیر لباس جنگی خودش می پوشد. و در قرن 18 شعرهای آذربایجان اساسا معروف بودند، مثل اینکه سبک محمد فضولی را ادامه کرده اند. ولی بزرگترین شاعر قرن 18 نه تنها ایالت قره‌باغ بلکه همه ادبیات کشور آذربایجان مولا پناه واقف بوده است. مولا پناه واقف چنان معروف بوده که از این سبب ما می توانیم قرن 18 را قرن واقف بنامیم. مولا پناه واقف در منطقه قزاق کشور آذربایجان در سال 1717 به دنیا آمده است. ولی مدتی در منطقه ترتربسات و پس از مدتی هم در شهر شوشا آموزش داده، مثل استاد کار کرده بود. زبان فارسی را خیلی خوب دانسته. برای اینکه او شاعر با استعداد بوده، از طرف شاه قره‌باغ ابراهیم خلیل شاه به دربار قره‌باغ دعوت شده بود. و پس از دعوت شدن مدت با زبان امروزی میگوییم که مثل وزیر امور خارجه کار کرده، پس از مدت هم مثل نخست وزیر کار کرده بود. این هنگام شاه ایرانی قاجار، آقا محمد شاه قاجار، دو بار به ایالت قره‌باغ یعنی شهر شوشا حمله کرده بود. اولین حمله آقا محمد شاه قاجار شکست و در نتیجه شکست خورده بود، ولی پس از دو سال دومین بار در سال 1797 دیگر به قلعه شوشا حمله کرده بود. علیرغم اینکه مولا پناه واقف نخست وزیر بوده و قلعه شوشا را دفاع کرده بود، ولی از طرف قاجار دستگیر شده، مدتی در قلعه شوشا در زندان بوده است. پس از کشته شدن آقا محمد شاه قاجار، مولا پناه واقف هم برای مدت آزادی پیدا کرده بود، ولی این آزادی طولانی نبوده. برای اینکه از طرف برادر شاه قره‌باغ ابراهیم خلیل شاه محمد بیگ جوانشیر همراه با فرزندش علی بیگ در قلعه شوشا اعدام شده بود. همه آثار مولا پناه واقف هم سوخته شد. برای اینکه مولا پناه واقف آثار خودش را به سبک سادگی راحتی نوشته بود، از طرف مردم خیلی یعنی به آسانی خیلی زود بازگو شده بود. از این سبب پس از مدت گاه دوره شوروی گاه هم دوره جدید از طرف پژوهشگران ادبیات آذربایجان از حافظه های مردم جمع‌آوری شده بود و چندین بار چاپ شده است. در اشعار ساده که به سبک ساده‌ای نوشته بود، همه دختران و زیبایان کشور آذربایجان را تصویر می کند. اینجا در ادبیات آذربایجان اولین بار اساس شعر واقع‌گرایانه یعنی شعر ریالیست را نهاده است که اینان همه دختران واقعی کشور آذربایجان بودند. و مولا پناه واقف برای اینکه در ایالت قره‌باغ خیلی معروف شده بود، از این سبب در سال 1982 برای بزرگداشت 250 ساله او در شهر شوشا آرامگاه بزرگ او هم ساخته شده بود. ولی الان که منطقه قره‌باغ از طرف ارمنی ها دستگیر شده، الان این آرامگاه و مجسمه مولا پناه واقف هم نیست. همه این ساختمان و همه مجسمه آنها را هم خراب کرده بودند.